سبت درخشان که برای آقای باباچایی ویدیویی فرستادم، با همدیگه گوش میکنیم. درود بر شما. از طرف آکادمی جوایز پارسی از من دعوت شده که در نکوداشت شاعر بزرگوار جناب آقای علی باباچاهی صحبتی داشته باشم. سال 91 که اولین کتاب من ریل‌ها دور برگردان ندارند تازه چاپ شده بود، من آقای علی باباچاهی رو در انجمن شعری دیدم و کتاب رو بهشون تقدیم کردم و ازشون خواستم که نظراتشون رو در مورد این کتاب به من اعلام بکنند. ایشون بعدها طی یک مکالمه تلفنی مفصلی که با من داشتن این کتاب رو کامل برای من بررسی کردن و تعدادی از شعرهای این کتاب رو قوی دونستن، تعدادی رو در حد متوسط و تعدادی رو ضعیف و البته با ذکر دلایل و جزئیات که اجازه بازنشر نظراتشون رو به من دادن. بعد از اینکه من نظرات آقای باباچایی رو در مورد این کتاب بازنشر دادم، خب خیلی از دوستان شاعر به من خورده گرفتن که در واقع حالا خیلی هم از کتاب شما در نقد و بررسی آقای باباچایی تعریف نشده بود، چه نیازی به بازنشر بود. اما برای من نهایت افتخار بود که ایشون یک شاعر نوپا که اولین کتاب خودش رو در واقع تازه چاپ کرده بود این افتخار رو داده بودن که کتابش رو اینقدر دقیق خونده بودن و بررسی کرده بودن و در واقع برای من افتخار بسیار بزرگی بود. بعدها که دیگه من در جلسات شعرخوانی ایشون و مراسم های بزرگ داشتی که براشون میگرفتن دیگه شرکت میکردم، یادمه که چند سال قبل در خانه هنرمندان ایران مراسم نکوداشتی برای ایشون گرفته بودن و اونجا سومی کتاب من 40 سال زن چاپ شده بود، کتاب رو تقدیم کردم و آرزو کردم که این بار رضایت بیشتری رو در این کتاب حاصل کنم، چون بعد از اینکه کتاب ریل‌ها دور برگردان ندارند من رو خوندن از من خواستن که در کتاب‌های بعدی بهتر عمل بکنم و گفتن که چون با شوق و ذوق فراوان اومدی این کتاب رو به من تقدیم کردی و نظر من رو خواستی، من کتابت رو خوندم و نظراتم رو اعلام کردم به حرمت اون ذوق و شوقی که داشتی، که من از همینجا از شما ممنونم جناب آقای علی باباچایی و عرض ادب دارم خدمتتون. در مراسم بزرگداشتی که در خانه هنرمندان برای ایشون برگزار شد، یادم یه فیلم مستندی در مورد زندگی هنری ایشون اکران شد و خب در این فیلم تصاویر زیادی از بوشهر رو میدیدیم به علت اینکه زادگاه آقای باباچایی بوشهر هست و در اون مستند یادمه که ایشون گفتن که اولین کتابشون رو وقتی چاپ کرده بودن آمده بودن تهران و در ناصرخسرو مسافرخانه در ناصرخسرو آمده بودن، اتاقی گرفته بودن و کتاب‌های خودشون رو از کف تا سقف چیده بودن و در واقع از مشقاتی که برای چاپ اولین کتابشون میگفتن در واقع تعریف میکردن در این فیلم مستند و من یاد این افتادم که ایشون چگونه به اولین کتاب من که تقدیمشون کردم عنایت داشت و آمد با تومنینه خواند و نظراتشون رو گفت و به نوعی مورد حمایت قرار داد. من برای آقای علی باباچایی تندرستی و سلامتی آرزومندم و خیلی خوشحالم که در این مراسم نکوداشت دعوت شدم و از شما همچنان میآموزم. جناب آقای علی باباچایی، میخوام کلامم رو ختم کنم با چند سطر پایانی شعری از کتاب باغ انار از این طرف است علی باباچایی، که این چند سطر پایانی رو خیلی من دوست دارم. البته شعر بسیار زیباست ولی ضیق وقت اجازه نمیده که تمام و کمال بخوانم. این چاه چقدر عمر دارد، چقدر بیژن، چقدر دیر به دنیا آمدی دختر، اسمت منیژه که نیست.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از خانم صدف درخشان با صحبتایی که کردن، که صحبت شما و تأثیری که شما آقای باباچایی بر کتاب اول ایشون گذاشتید. صحبتای شما رو میشنم. عرض کنم خدمت شما که اگر واقعا جریان به همین شکل باشه که من الان احساس خوبی دارم، حالا با اون سختگیری هایی که من داشتم و طرد شدگی های احتمالی، ولی از این که میبینم چون راضی بودن و به خوبی یاد میکنن از انتقادهایی که من نوشتم در حاشیه کتاب شما بهشون گفتم، خب خیلی خوب هست و متشکر. و اینکه به هر حال کارهای منو تعقیب می‌کردن و آمدن خانه هنرمندان رو دقت کردن که چه ماجراهایی اونجا اتفاق افتاده. اما نکته‌ای که اینجا بگم، فکر می‌کنم این خانم درخشان برصورت یه جوری به لحاظ این که احساس شاعرانی داره، دارن در اغراق شاعرانه هم دستی دارن. اغراق شاعرانه به این معنا که من در اون فیلم گفتم که در واقع کتاب اول من که مجموعه در بی‌تکیه‌گاهی هست، در ناصر خسرو که بودم در یکی از مسابقات ارت جنوب شهر ناصر خسرو که تا اینجاش درسته، اما این کتابم تا سقف رفته باشه، این یک تصور یا یک تکنیک مرکزی هست که بد هم نیست. ماجرای توزیع اصلا خدمت شما کتاب در بی‌تکیه‌گاهی طولانی است. مختصر این که من این کتاب را که چاپ کرده بودم، خب نمیدونستم باید کجا بدم، به چه ناشری، چه توزیع کنندهی، و دادم به توزیع کننده خیلی پرتی. بعد میخوام حد اجازه بخواهی ببرم، آقای دکتر ساعدی گزارش میفته اونجا و بعد چیز میکنن، یه مقداری از اون کتاب ها رو بر میدارن. و من تصادفاً یه روز رفته بودم انتشارات نیل اون سالها، دکتر ساعدی که تا اون روز همدیگه رو ندیده بودیم، همدیگه رو دیدیم و گفت که کتابات دیدی قفسه؟ گفتم کدام کتاب؟ گفت در بی‌تکیه‌گاهی. از این با همدیگه نگاه کردیم، گفتم اینجا چی کار میکنم؟ گفت من اینا رو دادم زیر بغل و آمدم اینجا. خب حالا بعدن حال دوستی بیشتر ادامه پیدا کرد، ولی نتیجه این که آدم های بزرگ این گونه رفتار میکنن، بیان که کسی خواسته باشه ازشون، تمنا کرده باشه، یا یه جورایی تلویحاً مثلا پیشنهاد شده باشه بهشون. بله، بزرگان چنین هم. خیلی ممنون از شما آقای باباچایی. سخنران بعدی جناب آقای دکتر حسین رجایی، متخصص اعصاب و روان، یکی از دوستان جناب آقای باباچایی. میریم با هم دیگه ویدیوشون رو میبینیم. سلام، تبریک و شب بخیر. اینو باید بگم که توی خونه ما هم به همون اندازه‌ای که من خوشحال و خرسندم، همین فضا توی خونه ما الان وجود داره، برای اینکه استاد باباچایی نه فقط برای من بلکه برای اهل خانواده‌مون، یعنی برای خانمم و برای بچه‌هام، به همون میزان عزیز هستن و الان دوبله در واقع اونا شادن، یعنی یک خورده از منم بیشتر، یعنی دو برابر من. علتشم اینه که اونا سال هاست که باباشون رو اینجوری رسمی و خوشحال و خرسند ندیده بودن. این یک. دوم این که از من خواسته شده که
یعنی درخواست شد، خواهش شد که خاطره هایی از خودم و استاد رو اینجا براتون باز کنم بگم، و جواب من اینه که عمرن من احتمالا یکی از اونایی هستم که بهترین خاطرات رو از استاد بابا چاییمون دارم، ولی شماها رو همه رو خمار میذارم، فقط بهتون میگم که لبخند بزنید به خاطر خاطراتی که من براتون تعریف نکردم. انشالله استادمون زنده باشن و ما هم همچنان زیر سایش بمونیم. ممنون، خدافظ. خیلی ممنون از شما آقای دکتر حسین رجایی. خب شما که خاطرات رو با ما تقسیم نکردید، میریم آقای باباچایی، شما دوست داریم یکی از خاطرات رو با ایشون با ما تقسیم کنید؟ بله، من طبعا دوست دارم که خاطرات رو بشنوم، ولی گاه ناگفته ها در واقع گفته هایی رو بیان می کنن یا آدم میتونه از اینها برداشتایی داشته باشه، به ویژه که به صورت من یکی از مشتریان، حالا نبیم هر پاپورس، ولی یکی از مراجع کنندگان به مطب ایشون بودن در مقاطعی بسیار حساس که ایشون به داد من رسیدن و گفتن که البته قول دادن که من گفتم که در مطب که جناب دکتر رجایی این داروهایی که برای من می نویسی آیا مثلا خلاقیت منو تخریب نمی کنن، از بین نمی برن، زایل نمی کنن، چون شنیده بود، یعنی خونده بودم از یک نقاش بزرگ جهانی رفته که حالتهایی مثل من داشته، احتمالا شبیه همدیگه هستیم همه، حالا از هر نژاد و رنگ و پوست و فرهنگ. بعد به پزشکش گفته که این داروهایی که بیزید روی خلاقیت من پیپارهای من تحصیل نمیذاره. ایشون دکتره میگه چرا میذاره، میگه بس لطفا ننیز، اما برگردید مطب. بعد من به دکتر گفتم که آیا این داروهایی که مینویسید خلاقیت من رو از بین نمیبرن؟ ایشون گفتن که نه نمیبرن. خب آیا برد یا نبرد، ما اینا بازگو نمی کنیم. من فکر دکتر چیزایی را بازگو نکرد. خیلی ممنون از شما آقای باباچایی و جناب دکتر حسین رجایی که شما ناگفته ها رو با هم دیگه در حینه تبادل کردید. نویسنده و شاعر آقای رسول رخشا سخنران بعدی هستند که برای شما آقای باباچایی ویدیوی فرستادن. با هم دیگه میبینیم، نگاه میکنم. علی باباچایی، پسر بچه‌ای که مجاب نشده است. این عنوان یک یادداشتی بود که 10-12 سال پیش برای شعر و کار آقای باباچایی نوشته بودم و فکر می‌کنم همچنان عنوان خوب و شروع خوبیه برای پرداختن به روحیه شخصیتی و شعر آقای باباچایی، به این معنی که علی باباچایی شاعری هستند که هنوز هم جنبه تجربه‌گری، جوان بودن و پویایی در شعرش رو به شکلی رعایت کرده که موضع ایشون رو در برابر شاعران هم نسل و هم دوره خودش متفاوت کرده، به شکلی که در تمام این سالها انگار جوان بودن شعرشون باعث پیش بردن وضعیت شعرشون شده، وضعیتی که خودشون اصرار دارن در وضعیت دیگری تعریف بشه، به این معنی که از نرم بودن، از متعارف بودن عبور کنن و اینکه برسن به یک موضع خاص در شعر دوران.
تلاش های در واقع تئوریک و موازه تئوریکشون بیرون شعر و پیاده کردن عملی اونها توی شعر یک جایگاه ممتازی به شعر ایشون داده در تمام این سالها. آدمیه که در واقع اهل جدل آقای بابچایی، شاعری که اهل گفتگو، اهل بحث، اهل مجلس، و همه اینها ویژگی هایی به ایشون داده که انگار علی بابچایی رو عقل عذاب میده و از ایشون چهره ای ساخته، یک چهره و قیافه مشکوکی که در کلیت منجر به ساختن در واقع جهانواره شعرشون و فیگور هنری و شاعری ایشون شده که در تمام این سالها انگار خیلی هم خوب و دقیق به قامتشون نشسته. یعنی این توالی زمانی از وقتی که شعر متفاوت رو ایشون نشانه گذاری و هدف گرفتن از نمنم بارانم 1175 و سوای اون در واقع بخش و طرفدارهای شعرشون که قبل از اون کتاب هست، یعنی از شروع شاعری در بی تکیگاهی 1146، من از آبش خور قوکان بعد آواز می آیم، تمام اینها باعث شده ما با شاعر و شخصیتی روبرو بشیم که در جای خودش ما رو میرسونه به اینکه از علی باباچایی و شعرهای علی باباچایی نه تنها به راحتی نمیتوان گذشت، اینکه فکر کنیم که اتفاقا احتیاج به مکث، توقف و تفکر داره. حالا با همه پیچیدگی هایی که در ساختار شعر و در صورت شعر ایشون وجود داره، از غذا شعری هست که صاحب یک نیرو و قوه‌ای هست که خیلی وقتها شعر رو به یاد خواننده‌ای که حتی کمی آموخته به شعر باشه میگذاره و هر خواننده‌ای میتونه اینو با خودش بعد از خوندن شعرها تکرار کنه. من بارها با خودم در خلوت خودم تکرار میکنم بعد از اینکه این شعر رو شنیدم که کبریت اختراع مادرم بود، غروب پوست، پلنگی، گربه سیاه، آب جوش، اجنه، دلتنگی، اختراع مادرم بود، زن بور بور ارمنی، گل صد تومنی که عاشق فائز شد یا که نشد، اختراع مادرم بود. خیلی ممنون از آقای رسول رخشا با شعری که از جناب باباچایی خوندن. آقای باباچایی، صحبت شما رو میشنویم. بله، عرض کنم به اختصار که بگم من رسول رخشا را سوای همه مسائل ادبی و غیره و مباحث شعر و اینا شخصا خیلی دوست دارم. حالا اصلا دنبال دلیلش هم نمیگردم، خودشون هم میدونن. به نکاتی اشاره کردن جالب بود. یکی بسا یک روحیه بچه‌سان بنده که من اسمش میذارم تفلانگی، کلمه تفلانگی به جای اون میذارم، و جوانسالی که به حال ایشون گفتن، یا این که خودم به طبع تفلانگی و با اشاره به گرانسالی که آقای سپانلو، زنده یاد سپانلو، در مورد من به کار بردن که گفتن انسان در گرانسالی دیگه خودش رو تخریب نمی کنه، من جلو گرانسالی یا در کنار گرانسالی جوانسالی را می دارم. پس شد تفلانگی، جوان سالی، گران سالی. و ایشون باز اشاره کردن به مسئله شعر و نقد بنده و بدون اینکه ایشون بخوان اثبات کنن، ذهن من متبادر شد و ناظر بر تجربه که خودم دارم که شعر و نقد شعر، یعنی نوشتن شعر و نوشتن نقد شعر، اینها دشمن هم دیگه نیستن، تضاد با یکدیگر نیستن. شعر در
لحظه خاص خودش می آید. حالا ما نمیگیم که مثلا بالمثل استقراق کاملی باید دست بده به آدم، یا آدم شاید در استقراق باشد و نه در استشعار که بتواند شعر بگوید، ولی به هر حال نوعی فی‌البداهگی با در شعر تنیده شده که با که نقد باید علمی و حساب شده باشه. حالا صحبت های آقای رسول رخشا یه جور به ذهن من الفت بین نقد و شعر را هم یادآوری کردن و یادآور شد در ذهن من تداعی شد. خیلی ممنون از شما جناب باباچایی. آقای باباچایی در سال 92 یک نامه‌ای برای دوستانشون در روز تولدشون نوشتن که میریم توی ویدیوی بعدی با هم دیگه نگاه می‌کنیم. برای روز میلادش نوشته ای دارد که میگوید: دوستان، ای دوستان، هر پروانه ای که بر سر این شاخه بنشیند غنیمتی است و هر بهانه ای که نزدیکتر کند مرا به شما نیز غنیمتی است و این غنیمت آنقدر غنی است که شما را به پروانه بدل می کند و مرا به شکارچی پروانه ها. و این شکارچی می خواهد در سفری به اعماق خودش با حضور شما تنها نباشد و در این حال تنهایی مادرزادیش را از شما پنهان کند. بهانه، 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 پروانه و شکارچی و چه می دانم چی. چرخیدنهای شما فضاهای تهی دوروبر مرا زیباتر کرده است، همینقدر که پروانگیهای شما دیوانگیهای مرا تعدیل نمی کند. عدالتی محض برقرار شده است، لااقل در این نقطه‌ای که من به شما خیره شده ام، آنقدر خیره کتاب شما بدل شدم و شدم. پس اینک با زبانی که آمیزشی از پروانگی و دیوانگی است میگویم سپاس و تکرار میکنم سه بار سپاس، سپاس، سپاس. چقدر پروانه بودن خوب است و امکان اینکه 20 آبان ماه 1393 شما باز هم به پروانه نچاق و چله به اسم علی باباچاهی محبت کرده تبریک بگویید وجود دارد. پس از هم اینک سپاس دوستان، ای دوستان پروانه، با چراغ هم که بیایید آدم هزار و نصف و نیمه گم شده دارد و اگر نیامده باشی هم آمده ای. سخنان بعدی آقای رضا روشنی هستند، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی که برای شما ویدیو ارسال کردن. با هم ویدیوشون رو نگاه میکنیم. با درود و ادب، در باره باباچاهی سخن بسیار هست. یعنی برای من باباچاهی یک حافظه تاریخی هست. یعنی ایشون کسی هست که قریب 50 سال در حیطه ادبیات و فرهنگ این سرزمین فعال بوده است. بنابراین که بخواهیم حالا با 1 تا 3 دقیقه این موضوع را جمع کنیم و
ببندیم خودش یک مسئله هست. اما من وقتی به بابا چاهی فکر می کنم، بابا چاهی های زیادی در خاطرم زنده می شود. یعنی یک وجه مسئله بابا چاهی منتقد هست. ایشون کسی هست که نوشته های گوناگونی در حیطه نقد ادبی داشته و بسیار فعال بوده در این حیطه. کتاب سده شاعران حرفه‌ای یکی از کارهای مهم ایشان هست، یا شعر در وضعیت دیگر از مقولات بسیار مؤثر هست در نقد شعر امروز. اما و از قضا اینکه بابا چاهی در عرصه نقد به نسبت خوش درخشیده، حالا اینکه نبگیم ایرادهایی هم حتما وجود دارد و اسهای هم و تضادهایی هم وجود دارد، منتها نمیتوان منکر جایگاه ایشون در نقد ادبی شد. نکته مهمی که حالا من بخوام اشاره بکنم اینجا، بحثش بابا چاهی شاعر هست. این شاعرانگی بابا چاهی بر بیشتر کارها و جنبه های دیگر ادبی او میچربد. من اگر بخوام اشاره بکنم به طور خلاصه، دو تا مسئله را اینجا ذکر میکنم. یکی بحث طنز هست. طنز یکی از مفعولات بسیار بسیار مهم و اثرگذار هست در شعر و ادبیات امروز، و اصولا پسا مدرن جریانی هست که با طنز شروع می شود و در حقیقت شاعر هنرمند با برخورد طنزآمیز با واقعیت‌های وجودی، با مسائلی که در جریان هست، ایشون اون کلان روایت هایی که اون جدیتی که در کلام ادبی هست را میشکند و دور میزند در حقیقت، و این خیلی بحث مهمی هست. نکته دیگری که من میخوام اشاره بکنم بحث سرخوشی هست که در کار بابا چاهی هست. یک جور سرخوشی خیامگونه من در کار ایشان میبینم. به طور خاص من شما را به کتاب پیکاسو در آبهای خلیج فارس ارجاع میدهم، و این خیلی جالب هست. یعنی این سرخوشی که وجود داره شعر ما را از اون عبوسیت تاریخی که وجود داشته و به سبب حاکم بودن شرایط و محیط و اینها، ایشون این توانسته با زیرکی از این مسئله فرار بکند. من تا همینجا بحث رو میبندم. حالا صحبت درباره بابا چاهی را میذارم به فرصتی دیگر و زبانی دیگر. با سپاس. ممنون از آقای رضا روشنی با صحبت قشنگی. یه تغییر جدیدی از شما دوستان و یه بابا چاهی، شما چی فکر میکنید؟ خیلی خوب بود. همه دوستان دوست داشتن و نکات تازه و بدیعی که بعضا از نظر خود من هم مقفول مونده بودند رو گوش زد کردند. یکی مسئله تناقض بود که ایشون اشاره کردن، گفتن که در نقدها و آرای بابا چاهی تناقضهایی به چشم میخوره. این تناقض امری اجتناب ناپذیر است در کار همه آره چهره ها یا افراد جا افتاده شناخته شده. این تناقض وجود داره. من فکر میکنم این تناقض را باید ما پاس بداریم، حرمت بذاریم برای این، و یکی از مؤلفه های به اصطلاح وجودی خودمون فرض کنیم. چون که انسان از یک من مطلق در واقع تشکیل نشده. ما منهای بسیاری داریم، منهایی که در واقع در زمانهای روان شناختی شناور هستند. خب این منها در مکانها و زمانهای مختلف میتونند با همدیگه تناقض داشته باشند، ولی این تناقض باعث محو
اشکال آدمی یا محو وجود آدمی، هویت آدمی نمی شوند، بلکه همون گونه که ایشون با تعبیرشون تعبیر را به کار بردند باعث سرخوشی می شود گاه و بعضن. و چه بسیار خوب که این سرخوشی به تعبیر جناب رضا روشنی سرخوشی خیامونه باشد. خیلی ممنون از شما آقای باباچایی و از آقای روشنی بابت این سرخوشگویی خیامونه، توصیفی که در وصف شما کردن. سخنران بعدیمون آقای مسعود زندی شاعر هستن و برای شما و در مورد شعر شما ویدیوی برام ارسال کردن که با هم ببینیم و تماشا کنیم. زیر همین چند سطر گل سرخ را امضا کن و نام خانوادگیت را هم بنویس. 20 و چند سال دیگر از اینجا که می گذری، من که نباشم تمام حیات را پوشانده است. امضا یادگاری برای همین جور چیزهاست. چشمهایت را در آینه امضا می کنی و دستهایت را در پنجره ای رو به غروب. برای 20 و چند سال بعد من که نباشم، قطار از سرعتش می کاهد اما نمی ایستد. شاید هراس ذهنیم و ناتوانی هایم نتواند عمیقاً و در وسعت دلخواه به توانایی ها و زیر و بم ها و برجستگی ها اشعار باباچاهی را انعکاس دهد. باری به جهت دوستی و ارادت طولانی و حق استادی وظیفه است و این نکوداشت خبری خوش بود تا چند کلامی بر زبان برانم. و هر جهت بابا چاهی جهت دهنده و تأثیر گذار بوده است و علاقمندان بابا چاهی را روز بروز افزون و علاقمند نموده. کتاب نم نم باران هنوز شادابی و ترابط خود را دارد. چنانچه کسی نخوانده باشد بعد از 20 سال احساس می کند امروز سروده شده است و گرد زمان بران ننشسته و تراوت و زیبایی های خاص خود را داراست. واژه ها و تراوت و زیبایی را بیش از بیش نشان می دهند. کفش ها را این طوری بگذارید پشت در این طوری، لنگ به لنگ این طوری، جفت جفت این طوری، اغنیا این طوری، سوار فیل بشوند به مدرسه بروند این طوری، در مادرید گاو این طوری شاخ میزند. این واژه ها تراوت، زیبایی و تازگی را بیش از بیش نشان میدهد. بابا چاهی پرکار پرتوان در 40 کتابی که به شعر و نثر ارائه داده، بعضی از کتابهایش به چاپ دوم رسیده و این اتفاق نشانگر علاقه افراد که پیگیر اندیشه و هنرهای نوند. به قول محمد در کتاب 70 گل زرد، هیچ کس به اندازه بابا چاهی از رویدادهای شعر جوان مطلع نبوده است. در بیمارستان ها اصلا خبری نیست، مخصوصا 7:34 اول شب که رفت و آمد میخک ها در راه روها ممنوع است. سیب سفیدی تنها گوشه بشقابی را روشن کرده است و کف دستی که به تدریج تاریک می شود از نفس تخت خواب فلزی
هفت و سه چهار دقیقه، اصلا وقت غروب، وقت عصبهای قطع شده، وقت دهانهای بسته و چشمان نیمه باز. با سپاس. خیلی ممنون از آقای مسعود زنگی و شعری که برای از کتاب شما انتخاب کردم و براش میخوندم. آقای باباچایی اگر صحبتی دارید ما میشنویم. بله، به طور خلاصه بگم که جناب مسعود زندی رو من از نزدیک میشناسم. ایشون آدم رنج کشیده ای هستند و بسیار صمیمی و فردی بی نقاب و بی دروغ. الان هم با بیانی البته رسمی اون معصومیت وجودی خودشون رو در باره شعرهای من عنوان کردن. انتخاب شعری که کرده بودن نشان دهنده درک متحول و درک پیشرو ایشان از شعر معاصر است. نکته دیگری که جالب بود برای من که باید دستامو بالا بکنم به عنوان تسلیم اینه که همه دوستانی که صحبت کردن کم و بیش کتاب نم نم بارانم را دوست داشتن، پذیرفتن و من نباید سرسختی نشون بدم و اینها. و بالاخره بعضی مطالب بعضی کتاب ها مقبول طبع خیلی ها قرار میده. خیلی ممنون که ایشون صحبتاشون منو به این نکته رسوندن. خیلی ممنون از توضیح شما آقای باباچایی. کتاب نمنم بارانم یکی از این کتاب هایی بود هستش که بسیاری از عزیزانی که حالا به نوعی برای ما ویدیو ارسال کردن یا با شعرهای شما آشنایی دارن ازش به عنوان یکی از کتاب های جاودان شما یاد می کنن. حالا آقای زندی هم از این کتاب انتخاب کردن. آقای عبدالمجید زنگویی شاعر هستن. ایشون برای من ویدیو رو ایمیل کردن. من یه روز اومدم ایمیلم رو باز کردم و دیدم ایشون برای ما سخنرانیشون رو ایمیل کردن. براتون پخش میکنیم که با هم دیگه ببینیم. با درود خدمت یاران گرامی، از علی باباچایی در حد چند دقیقه صحبت میکنم. علی باباچایی متولد 1321، از نوجوانی سرودن شعر رو آغاز کرد. از غزل، رباعی، دو بیتی، بعد دیگه به طور طبیعی شیوه شعری رو عوض کرد. نیمایی، سپی، مدرنیسم، پست مدرنیسم. راجع به گونه های شعر علی باباچایی زیاد صحبت شده. من فقط با این وقت کمی که در اختیار دارم اجازه میخوام که فقط از کتاباش نام ببرم و چند تا رباعی ازش بخونم، از رباعی های اولیه. کتاب‌هاشو به خاطر اینکه نظم و ترتیبی داشته باشه در نام بردن اجازه می‌دم که از اون نوشته بخونم. آثار علی باباچایی، در بی‌تکیه‌گاهی، جهان و روشنایی‌های غمناک، از نسل آفتاب، صدای شعر، چه کسی در قفس را باز کرد، سوغات بهار، از خاکمان آفتاب برمی آید، با آوای دریا مردان، شرب سرایی در بوشه، در جنوب ایران، گزینه اشعار، نمنم باران، منزلهای دریا بینشان است، عقل عذابم می دهد، قیافم خیلی مشکوک است، رفته بودم به سید نهنگ،
گزارهای منفرد در سه جلد، گزینه اشعار منوچهر شیبانی به این بنگ دلاویز مربوط به شعرهای فریدون توللی، غرقی ها مجموعه آثار ایشان که به وسیله انتشارات نگاه به چاپ رسیده و هنوز چند اثر دیگه علی باباچایی ازش به چاپ رسیده. چند تا روایی میخورم برای که وقت عزیزان رو هم زیاد نگرفته باشم. با ما سخن از بهار میگفت اما، از لاله داغدار میگفت اما، وقتی که وضوی عشق با خون میگفت از دار به جای یار میگفت اما، بیدارترین ستاره بودی اما، چون بیرق پاره پاره بودی اما، تا خود به میان آب و آتش بزنی آماده یک اشاره بودی اما، از خنده توست خشم و بیزاری ما و از کینه توست راز بیداری ما، ای دیو سیاه عاقبت خواهی دید بر گرده خیش دشنه کاری ما. یک ربایی دیگه هم اجازه بفرمایید بخونم، وقت عزیزان زیاد نگیرم. با بیرق خون گرفته در دست بیا، ای موج یگان از ورای دریا، بشتاب و برای و تیز برگیر و بکو، بر هم بزنین بساط خاموشی را. بسیار ممنون و سپاسگزار. ممنون از آقای زنگونی عزیز که ربایی از شما خوندن. آقای باباچایی از کتاب های اولتون در موردش میشنویم صحبت های شما رو. از خدمت شما خیلی ممنون. همکاری من عبدالمجید زنگویی لطف کردن اسم تعدادی از کتابای منو ذکر کردن که خیلی لازم بود و با ازشون تشکر میکنم. در این حال آمدن و چند تا ربایی از من خوندن که میدونی که ربایی همون شعری هست، همه میدونن که خیام سرآمد ربایی است و یعنی ایران هست. من هم تو مقطعی که جامعه در واقع مطالبه این ربایی ها را میکرد، من اینا رو نوشتم. و نکته آخر و شاید مهم این باشه که راستش من موقعی که مثلا میخواستم برم در جمعی که اون جمع کلاسیک سرا بودن، یعنی شاعران معاصری که شعر کلاسیک میگفتن در قوالب مثلا غزل و قصیده و از این صحبت ها، بعد چون اسم ما را به تعبیر اونها شاعر نوگرا بود یا نوپرداز، بنابراین نگاه عاقلاندر سفیهی به ما می انداختن که اینها چون شعر کلاسیک وارد نیستن به وزن و عروض و این صحبت ها، آمدن به شعر به تعبیر اونها شعر سپید می گوین. خب من برای دریافت جواز این شعرها را می خونم، بعد این حضرات خیافه که تا الان با اون لحظه یه ذره اخمو به نظر می رسید رو تبسم تلختری صورت شورا فرا می گره و بعد متوجه می شدن که نه، همه شاعران معاصر و نوپرداز از نیما گرفته، که البته نیما همینجا زمینی که به عنوان یک پیشکسوت و مبتکر ازش بسیار خوبی یاد می کنم و جز این راهی وجود نداره، البته بدترین ربایی های ایران رو ایشون سرودن، یا شاید تعدادی از ربایی های بد ایران رو. به هر صورت بله،
ضمن این که بعد ما را متهم میکردن به شاعرانی که شعر سپید میگوین. شعر سپید در ایران و نه در خارج از کشور. شعر سپید یعنی در ایران به معنی شعر بی وزن و بی قافیه. حالا اینکه شعرهای من اینطوری نیست، به ویژه شعرهای اخیرم، شعر چند وزنی هست که قبلا گفتم، به اضافه بی وزنی که میشود به اونها عنوان شعری با وزن پیوندی داد. خیلی سپاسگزارم از جناب زنگویی همشهری عزیز. خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای باباچایی. در یکی از صحبتاتون با یک نفر باهاتون مصاحبه کرده بود، ازتون پرسیده بودن که شما یه آدم متناقضی هستید یا نه، و این که الان شما خودتون فرمودید که شعرهاتون چند وزنیه و بعضی از شعرها هم بدون این که وزن داشته باشه، شاید این صحه بذاره بر اون که شاید شما آدم متناقضی هستید.